چرا پهلوی سازماندهی نمیکنه؟ چرا شاهزاده فراخان نمیده؟ چرا پهلوی نمیاد ما رو نجات بده؟ تمام این کارها شده اما نه به صورت فردی، به صورت گروهی چیزی که مشخصه انقلاب توسط یک رهبر اونم از خارج از ایران انجام نمیشه انقلاب یک کار گروهیه بذارین یک مثال بذارم تا این موضوع قشنگ جا بیفته ما یک طرحی داریم به اسم مثلث همگرایی که حزب ایران نوین اینو مطرح کرده اگه میخوایم بدونین کامل این طرح چیه به کلیپ قبلی من مراجعه کنین و اونو ببینین ولی به صورت مختصر الان توضیحش میدم در یک زل این مثلث لیدر قرار داره در زل دیگرش هنرمندان اشخاص پر مخاطب قرار دارند و در زل سومش سازمان های سیاسی کار لیدر هماهنگی بین این گروه هاست و جلوگیری میکنه از ایجاد تنش بین این گروه ها که ما دیدیم یک پیام مشترک از دو زل این مثلث یعنی لیدر و هنرمندان و چهرهای پر مخاطب اومد بیرون که در این پیام هم فراخان وجود داره هم دعوت به کارزار اعتصابی یعنی در این سه ماه باید اعتصابات صورت بگیره و یک فراخان جهانی برای سالگرد قتل مهسا امینی هم داده شده سه ماه اعتصابات در صنایع مختلف باعث گرونی قیمت منابع می شه. که در نهایت خشم مردم چندین برابر میشه و از همین الان همه ماها میدونیم در روز قتل مهسا امینی کل ایرانیان که دنبال یک هماهنگی و یک سازماندهی و یک فراخوان جهانی بودند در اون روز با افزایش خشم خودشون پس از سه ماه اتصابات که انجام شده میتونن این خشم رو در کف خیابون‌های ایران و حتی جهان نشون بدن حالا اگه احتسابات سه ماه صورت نگیره و یا زل سوم که همون احزاب سیاسی هستن نخوان همکاری کنن و چوب لای چرخ انقلاب بذارن باعث میشن در روند انقلاب اختلال ایجاد کنن چون سازماندهی اعتصابات و سازماندهی انقلاب داخل ایران وظیفه اون زل لیدر نیست وظیفه سازمان های سیاسیه برای همینه که شاهزاده مدام تاکید بر کار گروهی و فرهنگ کار گروهی داره یعنی این سزل مثلث باید با همدیگه کار گروهی انجام بدن که در نهایت میشه همون همبستگی و اتحاد پس لطفا تحت تاثیر عوامل نفوذی قرار نگیرین که چرا پهلوی هیچ کاری نمیکنه چرا پهلوی سازماندهی نمیکنه چرا فراخوان نمیده کارها داره انجام میشه ولی اون چیزی که مسلمه انقلاب از داخل توسط مردم ایران اتفاق میافته نه توسط لیدر یا شاهزاده